افغانستان کشور در گیردار جنگ و صلح. سالهای سال از داستان جنگ افغانستان میگذرد و روزهای روز هم از داستان رسیدن به صلح. اما به نظر میرسد جنگ را پایان نیست و صلح را هم نتیجه. در آخرین مورد هم ظاهراً کشورهای قدرتمند جهان بیشتر از پیش نسبت به مسائل افغانستان علاقمند شدند. آمریکایی‌ها میداندار صلح، بریتانیایی‌ها علاقمند نقش‌آفرینی در صلح، روس‌ها علاقمند کمک به جنگ و صلح و چینی‌ها هم با توجه به نفوذ بالای اسلام‌آباد نقش‌آفرین مسائل جنگ و صلح افغانستان. اما در کلیت اینجا هم حکومت وحدت ملی 1.5 سال گذشت، حکومتی که موافقان و مخالفانش منتقد وضعیت موجودند. چه جریان دارد؟ جنرال عتیق الله بریالی، پژوهشگر مسائل استراتژیک را با خود داریم. آقای بریالی خوش آمدند. بگذارید از زمین مسائل کلان منطقه‌ای و جهانی در واقع آغاز بکنیم. اما قسمی که اشاره کردم، آمریکایی‌ها ظاهراً میداندار صلح شدند. انگلیس‌ها علاقمند دخیل بودن در صلح هستند. چینی ها میآیند، لویدریسیزش هم از کمک نظامی میگه هم از نقش‌آفرینی در صلح. روسا میآیند 10000 میل کلاشنکوف کمک میکنن و میگن که اگر طالبا بخواین صلح هم بکنن در واقع باید با حکومت افغانستان. پیش از پرداختن به مسائل جنگ و صلح میخوایم بفهمیم که در کل قدرت های بزرگ چی فکر میکنن. خب جدا از امریکا، قدرت های بزرگی که در منطقه وجود دارند، قدرت از اینها روز تا روز رو به تزاید است. مثلا 14 سال قبل و امروز معادله قدرت در منطقه ما خیلی متفاوت است. هند روز تا روز نیرومند میشه، چین نیرومند میشه، جمهوری اسلامی ایران همینطور و نقش و حضور روسیه فدراتیو هم در منطقه و جهان بیشتر میشه. این تقریبا مصادف است با برنامه امریکا برای خروج از افغانستان. بنابراین کشورهای منطقه یا قدرت‌های منطقه احساس مسئولیت میکنن که در حوزه تامین ثبات در افغانستان نقش بازی کنن. در این امر تقریبا همهشان هدف مشابه دارن، اما پالیسی های هر کدامشان متفاوت است. مثلا چین به خاطر اهداف فراتر از افغانستانش، به خاطر اهداف اقتصادیش، به خاطر اهداف امنیتی و سیاسیش، در واقع میخواهد که در منطقه یک ثباتی به وجود بیاد تا بتواند پروژه های بزرگ و در واقع مگا پروژکت های خودش به نتیجه برسانه. به همین خاطر است که در توافق با امریکایی ها وارد پروسه مصالحه شدند. پاکستانی ها هم امتیازات زیادی را به دست آوردند. اوضاع منطقه را به نفعشان میبینند. با روس ها قرارداد استراتژیک تامین کردند. روس ها پس از 30 سال تحریم خودخواسته حاضر شدند که برای اینها اسلحه بفروشند. و چینایی ها سرمایه گذاری خود در این کشور بزرگ ساختن، امریکایی ها فوق العاده برایشان امتیاز دادن. رابطه پاکستان با امریکا در بهترین وضع ممکن شد در جریان همین 14 سال است. مثلا تیارات F-16 بلاک 50/52 که قدرت حمل تسلیحات هسته‌ای را و موشکای هسته‌ای را داره و ای از 20 سال به این طرف پاکستانی ها تحریم شده بودن برای خریدش، حاضر شده امریکا برایشان بده. حتی این صحبت ها هم وجود داره بینشان که اگر پاکستانی ها حاضر شوند که تولید تسلیحات هسته‌ای تکتیکی را متوقف کنند، اینا رو به عنوان یک قدرت هسته‌ای ملکی در حد تعاملی که با هندی ها دارند به رسمیت بشناسند، که یک تحول بزرگ خواهد بود. مرتب پول به دست میارند، دشمنان خود به افغانستان فرستادند، تیارات درون امریکایی دشمن های اینها را در داخل خاک افغانستان از بین میبرند و کشور خود تا حدود زیادی در برابر حملات تروریستی مسئول تر ساخته. هندی ها معادله را طور دیگری میبینند. هندی ها تشویش دارند از حضور چین و از حضور پاکستان و به خاطر از اینکه باور ندارند اگر در افغانستان هم مصالحه اعمال شود او مصالحه به نفع امنیت چین هم تغییر بکند، زیرا تشویش اونها بیشتر از تروریست ها یا مبارزین یا رادیکال های
کشمیری و پنجابی است که خاک خود هند هدف قرار میدن. اینو میخواین در افغانستان ثبات بیه، اما ثباتی که نه به نفع پاکستان و نه به انزوای هندوستان. جمهوری اسلامی ایران همچنان بحث روزها علی رغم از اینکه اینا علاقه دارن در افغانستان یک ثبات تامین شود به خاطر منافع کلانی که دارن، اما حداقل در این برنامه چهار جانبه حضور ندارن و به همین خاطر هم هست که اینا از ابتدا هم عدم علاقمندی خود برای پروژه نشون دادن. شاید به دو دلیل، یک به این دلیل که باور ندارن به نتیجه مصالحه، دومی که حاضر نیستن در یک پروژه که به ابتکار آمریکایی یا شکل گرفته دنبال روی آمریکا و نموچن. بنان اوضاع به صورت بالقوه آماده است برای پذیرش صلح، خاصتا از جانب پاکستانی ها، اما واقعیت امر توری دیگری نشان میده. ما وقتی که میبینیم طالب نادیده گرفته میشه یا استراتژی طالب نادیده گرفته میشه، این سبب میشه که مصالحه در افغانستان هنوز دورتر به نظر بیاد. آقای جنرال، زمانی که در مورد چگونگی مسائل مربوط به منطقه گپ میزنیم، از دو زاویه برش نگاه میشه. از یک جهت بسیاری ها خوشبینانه برش میبینند، به ویژه همزمانی رفت آمد سیاستگران قدرتمند دنیا، اما بعضی ها میگن که هرچه بیشتر در واقع به پیچیدگی رسیدن به ثبات افغانستان کمک کرده. شما از چه زاویه برش میبینید؟ از اینکه آمریکایی‌ها در حال خروج از افغانستان هستند و استراتژی طویل مدت دیگری هم که ما را کمک کنند ندارند و چینایی‌ها در حال ظهور هستند، روس‌ها هم به علاقه نیستند برای ثبات در افغانستان. اوضاع بالقوه به نفع ثبات است، اما طالب نگاهش متفاوت است. طالب ها به دنبال برد 100% هستند و به دنبال احیای امارت اسلامی هستند. اونا عملی را که دارن انجام میدن جهاد فرض کردن و در محاسبه اینها بود نظامی در جهاد اولویت دارد. بنابراین اونا را نمیشود بدون تحلیل استراتژی نظامیشان خوشبینانه قضاوت کرد. اونا جنگ و دوام جنگ به نفع خود میبینند و هر گونه مصالحه را در شرایط حال به ضرر خود. و این خاطر است که اونا به عنوان یک فاکتور عمده نقش آفرینی خود دوام میتن تا به یک سر اهدافشان برسه. به همین دلیل است که ممکن است زیر فشار خارجی یا پاکستانی اونا رو وادار بسازه به مذاکره، اما این مذاکرات آغاز پروسه صلح نخواهد بود. اینکه آیا واقعا چگونگی رسیدن به صلح افغانستان با بنبست مواجه است یا با مسیر درستش سوق داده شده، جنرال عتیق الله بریالی پاسخ خواهد گفت. اما پیش از آن، بازم خوش آمدید. آیا با توجه به سازوکارهای تازه بر رسیدن به صلح و نقش آفرینی اسلام آباد، رسیدن به صلح سهل‌تر شده و یا ای که به دشواری هرچی بیشترش افزوده شده و به بنبست رسیده است؟ آقای جنرال، هنوز دشوار است که بگوییم بنبست، به خاطر از اینکه اوضاع سیال است، جنگ در حال تحول است. مثلا در یک سال گذشته طالب ها به پیشتبی ها و دستاورد های نایل شده بودند، اما حضور مجدد امریکایی ها در صحنه محاربات و نبرد های روزمره در واقع اونا را احتمالا برای یک مدت متوقف بسازد. البته ای به این معنی نیست که یک پیروزی استراتژیک برای افغانستان و برای امریکاست، اما حداقلش در امی زمان طالب ها در یک موقعیت خوب قرار ندارند. احتمالا پس از 6 ماه مجددا اونا به وضع حال برگردن، به وضع جاری برگردن، که در او صورت باید متفاوت فکر کرد. در نهایت امر اگر در یک حوزه ملی فکر بکنین امکان مصالحه وجود دارد، اما اگر در سطح دولت و طالب فکر بکنید بعید به نظر میرسد که این مصالحه نتیجه بده. ولی تعریفی که طالب ها از وضعیت دارن، اونا به این باور هستند که اوضاع را میتونن تغییر بدن و به اراضی دست پیدا بکنن، مناطقی را بگیرن، امارت خود در داخل برن و جنگ با یک تعریف دقیق علمی جنگ داخلی مدیریت بکنن و در او صورت یک تعداد کشورها انتظار دارن که رابطه را با او تامین بکنن، چنانچه ما میبینیم تعداد از کشورهای همسایه به شمول روزها دیگر با اونا رابطه دارن یا چینایی ها رابطه دارن. این را بخواین که گسترده تر بسازن، مذاکرات احتمالا بین در داخل افغانستان در جغرافیای خودشان. اما
آیا دولت افغانستان تغییر استراتژی خواهد داد؟ از حضور آمریکایی‌ها به صورت استراتژیک بهره خواهند گرفت یا همینطوری آمریکایی‌ها در 14 سال که مهمان بودند و محض از اینکه حضور خود در میدان جنگ متوقف کردند وضعیت بعد به سال 2002 برگشت همینطوری میباشه؟ اگر دولت رجوع بکند به ظرفیت‌های ملی و از اوضاع بهره استراتژیک ببرد، حتما طالب‌ها در نهایت امر با همین دولت هم تعامل خواهند کرد. شما سالهای سال در واقع در کنار فرمانده فقید مجاهدین و مقاومت ضد طالبان بودن. در تعریفش از طالبان میگفت که طالبان یعنی مزدور و مزدور پاکستان. حالا از دو زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم، چون شما هم در واقع تجربه جنگ با طالب را دارن، هم به یک مرحله برای رسیدن به صلح که حتی خود فرمانده مسعود رفت او تجربه را هم دارن. محاسبتون از طالب چه است؟ و یا ای که اساساً اگر طالب در دست پاکستانی ها باشه، پاکستان چی میخواید؟ اساساً اگر شما از من بپرسین که دشمن ملت کیست، من پاکستان هم میگم. بخاطر از این که طالب یک افزار است که احتمالاً در یک مرحله بعد او را تعویض بکنن. همینطوری که مثلا آقای حکمتیار یک زمان افزارشان بود، بعدها طالب در مقابل آوردن. بعدها احتمالاً کسی یک مرجع دیگر را بیارن. بنان بله، همونطوری که قهرمان ملی فرمودند، طالب ها افزار پاکستانی هستند. اما طالب ها اینطوری نیستند که افزار کاملا بی اراده باشند. اینا هم اهداف بزرگ خودشان دارند و برای خودشان یک استراتژی تعریف می کنند. یک حرکت ایدئولوژیک هستند و همون خاطر است که 20 سال از اینا زنده هستند و چه بسا که در میدان های جنگ اگر شما از لحاظ نظامی محاسبه کنید موفقیت های زیادی داشتن و من فکر می کنم که استراتژی های نظامی را که اینا تا حال به کار بردن اینا برای یک مدت طولانی زبان زد و مثال باقی خواهند ماند. اما اینا جز خودشان، جز تفکری که برشان باور دارن، اینا حاضر نیستن با تفکرات دیگر کنار بیان. به همین خاطر است که امکان مفاهمه با اینا اگر ممکن نیست تا زمانی که اینها از لحاظ نظامی ضعیف نشدند تقریبا مشکل است. حالا بسیاری ها میگن که پاکستان برای طالبان حیثیت اکسیژن را داره و امی که در واقع پاکستان به این نتیجه برسه که دیگه طالب به عنوان مهره کارآمد برای استفادهش نیست، میشه گفت که اگر جنگ به گونه کاملش قطع نشه خیلی کاهش پیدا بکنه. دید شما چی است؟ نگاه خوشبینانه حکومت را زمانی که از چگونگی سیاست پاکستان میبینیم، آیا واقعا پاکستان به این نتیجه رسیده که باید نقش آفرینی بکنه؟ یا اساسا پاکستان چی به دست میاره که باید طالب را بیاره به میز مذاکره؟ اگر کوتاه بگوییم، پاکستان به این نتیجه هنوز نرسیده. به خاطر از اینکه هنوز طالب ها در یک موقعیت که یک بدنه کلان از مردم افغانستان در تحت حاکمیت خود گرفته باشند نرسیدند. هنوز ظرفیت هایی دارند که به پیروزی های برجسته تری دست پیدا بکنند. و طبعا پاکستان آرزوش همین است. حتی اگر اونا حاکمیت امارت اسلامی طالبانی را نپذیرند، حاضر به یک تعامل در سطح ملی بوده باشند، هنوز این واقعیت با وضعیت موجود فاصله دارد. بنان اونا به دنبال ازی هستند که طالب ها که فعلا تا یک حدود یک حرکت تروریستی است، یعنی حضور خود بیشتر در نوع عملیات تروریستی تثبیت میکنه، تبدیل به قوای شورشگر و در واقع یک جانب جنگ داخلی شوند. در اون صورت احتمالا پاکستانی ها حاضر به تعامل بوده باشند، اما این تعامل طبعا تاوان خیلی زیادی را بر افغانستان اعمال خواهد کرد، زیرا اونو میخواهند که افغانستان به عنوان متحد پاکستان در مخاصمت هایی که پاکستان با دنیا داره و مشخصا با هند در کنار ازی بوده باشه. به شکلی اونا میخواین که هم در سطح ملی اعمال نفوذ کنن، هم در سیاست خارجی افغانستان اعمال نفوذ کنن، که در او صورت بعید به نظر من میاد که ملت افغانستان این وقت این رو بپذیره. ممکن است دولت های باشن همینطوری که دولت موجود با حرکت های مبهم سوالات به وجود آورده ممکن است با اونا تعامل بکنه، اما واقعیت ملت نباید نادیده گرفت که افتخاراتی را که امروز ملت ما دارن شک نیست که ریشه در تاریخ چند هزار ساله داره، اما میراث زندهش جهاد و مقاومت است. شما از ملت افغانستان و جهاد و مقاومت گفتین. اگر بخوایم که بحث صلح را جمع بکنیم، رئیس
تازه شورای عالی صلح آمد گفت که من از اول جنگ با طالب را جایز نمیدونستم، اگرچه بعدش آمد توجیهات آورد. واکنش برانگیزم شد. دکتر عبدالله هم آمد چیزهای گفت، استاد سیاف هم چیزهای گفت، دیگر رهبرهای سیاسی و جهادی افغانستان واکنش نشان دادن. ای واقعا شما هم خودتان فکر میکنید که جنگ را که در برابر طالب پیش بردن جایز نبوده، لازم نبوده؟ اولی که من به عنوان شهروند کشور و به عنوان یک مجاهد که هم در جهاد و هم در مقاومت، به عنوان سرباز رهبر بزرگ و استثنایی که در تاریخ بشریت نظیر نداشته، افتخار میکنم به ملازمت و سربازی خود در کنار از اونها و از این که برای استقلال و وحدت ملی افغانستان جنگیدیم، چه در مقابل کمونیست ها و چه هم در مقابل پاکستانی ها. این جزء صفحات زرین زندگی ما هست و این ما به عنوان یک فرد در کنار ملتم قرار داشتیم. دوم، در مورد آقای رئیس شورای صلح، البته من این صحبتشان خواندم، من تعجب کردم به عنوان یک کسی که در دور جهاد به عنوان یکی از رهبرهای جهادی شناخته شده چطوری حرف میزنن، در حالی که گذشتهش اینطوری نبوده، حداقل در صحبتهای خصوصی که با مردم داشته اینطوری نگفته. من فکر میکنم که این حرف صادقانه هم نیست و اگر کسی حاضر نبوده باشد که این جنگ توجیه بکنند، هزارها شهروند هموطن ما اینجا کشته میشن، به خاک و خون کشیده میشن برای یک شهروندی که دیگری یا کسی که ادعای شهروندی داره و ادعای رهبری داره، این معقول نیست که اینطوری فکر بکنه. من فکر میکنم که جنگ ما در مقابل طالب معادل همون جهاد است که ما در دور جهاد انجام دادیم و باید به این نیروهای امنیتی، خاصتا سربازان و خردزابطان، باید افتخار کرد و برای اینها دعا فرستاد و برای اینها طلب پیروزی کرد از خدا. آقای جنرال، شما جزء از کسایی هستند که هم تجربه جنگ را دارن هم جنگ را در واقع آموختن. تجربه جنگ را میشه گفت در درون افغانستان به ویژه جبهه مقاومت ضد طالبان در پنجشیر در آخرین مورد، و تجربه آموزش هم در غرب. گهگاه نوشته ها و فیلم های از غربی ها را میبینم و یکی از عنوانهایی که معمولا استفاده میکنن با توجه به پیشگی وضعیت افغانستان، میگن که افغانستان جنگ بی پایان. شما هم از زیر استراتژیک به این نتیجه رسیدین که باید افغانستان همیشه جنگ باشه؟ البته ما نباید نسبت به آینده ها بدبین باشیم. ما اگر متکی به غیرت و شهامت همین ملت و ظرفیت های ملی عمل بکنیم و وحدت ملی را در عمل و دنبالش بوده باشیم، باید به نظر می رسد که جنگ تا به نهایت هم دوام بکند. اما سیاستی را که تا حال دولت های افغانستان داشتن، که ناشی از ضعف جوهری خود رهبری دولت ها بوده، اینا همواره به مردم راست نگفتند. همیشه بحث مصالحه را مطرح کردن در حالی که واقعیت میدان اونطوری نبوده. ما باید مردم ما را بیشتر به صبر، تحمل و وحدت تشویق بکنیم. این جنگ طولانی خواهد بود، زیرا پاکستان در کنار ما باقی خواهد ماند به عنوان همسایه و پاکستان یک کشور موذی است و به این جغرافیا نیاز دارد. تا زمانی که پاکستان یا در درون تضعیف نشه یا هم کشورهای منطقه که در ابتداش اشاره شد برشان، اینها اعمال نفوذ نکنند، احتمالا به این مداخلش به شکل زشکال دوام بده و این جنگ دوام میکنه. بناهن از یک طرف دولت افغانستان باید این جنگ با ظرفیت های داخلی خودش مدیریت بکند و از طرف دیگر بر مردم ما پیام صبر بده. مردم ما را نباید با بحث های کذایی و ساختگی تشویق بکنیم که به زودی صلح میآید و در حالی که او واقعیت نداشته باشه، که یک روزی باز حرف راست ما را هم مردم نپذیرند. شما از استفاده از ظرفیت های موجود و جنگ طولانی سخن زده. در آخرین مورد حداقل سه نهاد امنیتی توسط سرپرستان اداره میشه. سرپرستانی که در واقع انتقادات در گذشته افرادی که در این دخیل بودن موجود است و حتی در این اواخر از عقب نشینی که او را نامش را حکومت تاکتیکی میمونه هم در ولایت های مثل هلمند، مثل اروزگان خبراش به نشه میرسه.
چی فکر میکنه با توجه به این فضای موجود؟ مدیریت جنگی ضعیف است، توانایی رسمی ضعیف است، یا اینکه اراده کلی برای جنگیدن موجود نیست؟ اگر بگویم اراده برای جنگیدن موجود نیست، او طورم شاید نبوده باشد. اما رهبرای ضعیف ساختار دولت خود ضعیف ایجاد میکنند. چون از افراد پرقدرت و دلیر حراس میداشته باشند. چون رهبری دولت ماهیت ضعیف داره، به اون خاطر رهبری هایی را که انتخاب میکنند ضعیف میباشه و این سبب میشه که در بدن هم اثر خود بگذاره. قدمه پایین نیروهای امنیتی قدمه فداکار، شجاع و وطن دوست هستند. باید اونها رو تقدیر کرد. اما از او به بالاتر، از این که به سلیقه رهبری دولت با ترجیحات قومی و برای افتخار زدایی صورت میگیرد، حتما این نیروها ضعیف داره میشن. اگر شما از هر یک از این سه ارگان از رهبریش بپرسین که شما دنبال چی هستین در جنگ با طالب، نمیدونن، چنانچه تا حال نگفتن. یک روز میان میگن ما تعرض میکنیم، یک روز میگن ما در موقعیت تعرضی قرار گرفتیم. دقیقا از رئیس جمهور تا به پایین نان نمیدونن که وضعیت تعرضی یک تعریف خاص خودش داره. این یک شبه اتفاق نمیفته. وقتی که امریکایی‌ها میگن دیگه ما در جنگ مداخله میکنیم، نه، میگن ما وضع تعرضی میگیریم و اون خاطر عقب نشینی خود شکست خود توجیه میکنه. و من فکر میکنم که این خطر جدی را پیش روی داره. چرا؟ این دولت حداقلش دستاوردهای نسبی هم که در نیروهای امنیتی از دولت ما قبل بود ایره به چالش گرفتن. یک قوم دارن تصفیه میکنن، یک تاریخ با عزت دارن تصفیه میکنن به خاطر از این که نیروهای وفادار به خاص به خودشان ایجاد کنن. و این نیروهای وفاداری که بارها پشت به دشمن کردن، وطن رها کردن، چه افتخار را میتونن برای ما کمایی کنن. از اقوام دیگری هم اگر میگیرن کوشش میکنن ضعیفتری بگیرن که یک نوع بی‌حرمتی به اقوام دیگر باید بوده باشه. آقای جنرال، اگر بحث صلح را آمدیم به جنگ جمعش بکنیم، بگو مگوهایی که از یک رسیدن به توافق احتمالی با طالبان گپ زده میشه و ظاهرا از بنبست و پیچیدگی هایی که سخن زده میشه، آیا میشه گفت که ما یک فصل جنگی بسیار خونین را پیش رو داریم؟ دولت افغانستان دو گزینه دارد پیش خودش. یا باید رجوع بکند به ظرفیت های ملی یا به خارجی. اینا ظرفیت های ملی از این که ریشه در یک تاریخ با عزت دارن و اینا خود بیگانه از او عزت میدانن، اینا را میخوان موضعی بسازن. بنان مجاهدین که یک محور هستن باید اینا با اونا رجوع نکنند، باید برن به امریکایی ها. امروز اینا به امریکایی ها متوسل شدند و تمام تلاش دولت افغانستانی است که امریکایی ها را بخش هوایی و بخش کماندویش وارد جنگ بسازند. این در جایش از لحاظ تکتیکی ممکن یک ضرورت، اما از لحاظ استراتژیک مردم ما حق دارند که بپرسند. 14 سال امریکا در این کشور بود، اما روزی که تصمیم گرفت برای خروج طالب ها برگشتند. چه تضمین وجود دارد با این روشی که دولت دارد 10 سال دیگر هم باز وضعیت جاری تکرار نشود، در حالی که این ملت ماندگار هستند؟ شما ببینید تغییرات یا ثبات نسبی که در شمال شرق و شمال به وجود آمد، در بدخشان مثلا، این نتیجه تلاش مجاهدین امو بلایت بود که رفتن طالبا را در چند نقطه تصفیه کردند. یا تلاش هایی که استاد تا محمد نور داره در ولایت همجوار ولایت بلخ، اینا تلاش هایی که از ظرفیت های جهادی خود استفاده میکنن. یا هم تلاشی که جنرال صاحب دوستم دارن، این بیشتر از ظرفیت های شخصیش است، این سیاست دولت نیست. اما این پتانسیل به صورت قد در افغانستان وجود دارد. تجربه نشان داده هر کسی که تکا به خارج بکنه خداوند بهش عزت نمیده. ما باید اتکا به خداوند و به ملت ما بکنیم. آقای جنرال، در کنار از او از صلح و جنگ به حکومت وحدت ملی هم بیاییم، شما از استفاده ظرفیت های درونی و رهبران ضعیف سخن زدن. بیش از یک سال و نیم از ایجاد حکومت وحدت ملی گذشت، رهبرای حکومت چه گفتن و چه کردن؟ واقعیت امریست که من یک رهبر میبینم، آقای اشرف غنی احمدزی، و یک استراتژی میبینم، استراتژی آقای اشرف غنی. فرد دوم در عمل نمیبینیم، به خاطر از این که آنچه که ما از دکتر عبدالله انتظار داشتیم نه این وضعیت بود. او به عنوان یک مجاهدی که در کنار قهرمان ملی بود باید مدافع عزت و افتخارات ملت می بود، نه که یک دولت
در یک دولت وابسته مطلق به امریکا کار بکند. پس این برنامه آقای اشرف غنی احمدزاده است که داره عملی میشه. آقای اشرف غنی احمدزاده ریشه در این ملت نداشته. یک دولتی را به وجود آوردن که قطعا متکی به امریکاست. خودشان منزوی. از لحاظ اختلاف ما اختلاف بین اینا نمیبینم. همونطور که گفته شد فقط آقای اشرف غنی احمدزاده است که داره میدان داری میکنه. اینها با یک نگاه ملی به افغانستان نگاه نمیکنن. یک نگاه قومیوار نگاه میکنن. کوشش میکنن اقوام را بی عزت بکنند. بسیار دشوار است که اینا بتونن در سطح ملی یک وحدت ایجاد کنند. میراث اینها هم یک انقطاب بود متاسفانه که اینا به هیچ صورت برای وصله کردن از این اقدام هم نکردند. وعده هایی را که اینا حتی به بعد دادن وعده های راستی نبودند. آنچه را که میگویند چیزهایی نیست که واقعیت داشته باشه. چیزهایی را که باید بگویند نمیگویند. چیزهایی که نباید بگویند میگویند. حرفایی را که در جهت ملی میگن حرفای صادقانه نیست. ببین اقتصاد رشد منفی دارد. جوانای ما 250,000 جوان تحصیل کرده و از قشر متوسط اینا رفتن به اروپا. چی بود؟ چرا؟ ممکن است به دلایل اقتصادی هم باشه. دلایل متعدد. اما دلیل عمده پیامی که از دولت گرفته نیست که تا حال به صورت سنتی عامل وحدت ملت عزت، افتخار، جهاد و دفاع از کشور بوده. اما اینو میبینن که یک نسلی که خودش فدا کرد، زندگی خود فدا کرد، دارایی خود فدا کرد، امروز به ذلت کشانده میشن و یک نسلی که فقط به دلیل از اینکه در غرب بودن، من به این ملت حاکم میشن. اینا هم میخواین راههای شورتکت در واقع دنبال بکنن. آیا پیام یک دولت ملی همین میباشه برای شهرونداش؟ پیش از اینکه معذرت میخوام. بحث امنیت که تا حدودی راجع به صحبت شد. و بحث دولتداری. اینا به ادعای دولتداری و اصلاحات آمده بودن. آیا فساد کم شده؟ آیا جایگاه افغانستان در اندکس فساد تغییر کرده؟ آیا اعتماد مردم نسبت به دولت بیشتر شده؟ تمام آمارها نشان میده که مردم از دولت مایوس هستند. پیش از اینکه با گونه فشرده گپ آخر شما را داشته باشم، 6 ماه دیگر بر اساس توافقنامه سیاسی به عمر حکومت مانده. برخی ها میگن این 6 ماه تمام شد، توافقنامه سیاسی تمام میشه، دیگه اون مشروعیت سیاسی را هم که از اون توافقنامه گرفته عمرش پایان میابه و میشه گفت که نقطه پایان گذاشته میشه به حکومت. برخی ها میگن نه خیر، ادامهش میتیم، باز یک توافقنامه امضا میکنیم. امکان داره؟ من نمیدانم که در مخیله رئیس دولت افغانستان چیست، اما این را میدانم که دولت از اینا اینقدر ضعیف است که بعید به نظر میرسد پروژه های ملی را بتانن مدیریت کنند، انتخابات را مدیریت کنند، لویجرگر را مدیریت بکنند، همونطور که تذکره را نتانستند در واقع تطبیق بکنند. جانشین از این حلبته ای دولت نباید باشه، به خاطر از این که این دولت نه متکی به قانون بلکه در نتیجه یک توافق به وجود آمده. بعد از این باید جایگاه یک دولت قانونی باید در کشور ما رقم زده شد. آقای جنرال، شما از یک آدرس بسیار مهم و تاثیرگذار در واقع گپ میزنن که سالهای سال ما قسمی خودتون گفتن، هم در جهاد هم در مقاومت نقش داشتن و امروز ظاهرا از نقش دکتر عبدالله در درون حکومت هم راضی نیستن و میگن که مشخصا همه چیز در اختیار دکتر غنی است. تجربه جنگ گذشته را در خود جبهه مقاومت در واقع آخرین موردش در پنجشیر دارن و دانش آموخته غرب هم هستن. وضعیت در کل چطور پیش بینی میکنن؟ میگه به آخرتان چی است؟ وضع موجود قابل تشخیص نیست، همه مردم میبینن. اگر دولت تغییر در عملکرد خود نیاره، متاسفانه اوضاع آینده ما خوب نخواهد بود. اگر امریکایی‌ها پلان 6 ماهه‌شانه که تشدید بمباردمان است دوام بدن، پس از 6 ماه طالب برگرده، بناً اوضاع مثبت نخواهد بود. اما فراموش نکنیم، حتی اگر این دولت غلط بکند، این به این معنا نیست که مردم ما تسلیم میشد و ما این معنا نیست که ما خود تسلیم دشمن ما میکنیم. اگر طالب پیشروی بکند قطعا ما بسیج میشیم برای دفاع از ملت و ما خاک ما را رها نمی کنیم و از خاک دفاع میکنیم. ما از غرب نیامدیم که برگردیم به غرب. ما همینجا تولد شدیم، همینجا میمیریم. این ملتی که در کنار ما شمشیر کردن، فداکاری کردن، با کدام روی ما به اینا نگاه بکنیم که اگر شاهد پیروزی دشمن ما بوده باشه؟ سپاسگزارم آقای جنرال. از دور شما خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید.